همخونه، نوشته مریم ریاحی، قسمت 39. روز 12 اسفند ماه بود و یلدا در کتاب فروشی همچنان مشغول بود و سعی داشت خودش را در کارش غرق کند تا کمتر به یاد شهاب بیفتد. با خود گفت خدایا امروز چند روزه که ندیدمش. قلبش تون تون زد و احساس بیحالی کرد. بی حد مشتاق دیدار روی یار بود. دلش به او چیزی گفت. آره چرا که نه؟ میتونی یواشکی ببینیش، اتفاقی نمیفته، اون که نمیفهمه، اصلا لازم نیست کسی بفهمه. از این فکرها نور امیدی در دلش تابید. وقتی یلدا آخرین ابیات را زیر لب زمزمه میکرد، قطرات عشق او را همراهی میکرد. نرگس و فرناز هم در همون لحظه سر رسیدند و خوشحال از دیدن یلدا او را در بر گرفتند. نرگس گفت باز که گریه میکنی؟ فرناز نگاه معنیداری به نرگس انداخت و گفت من نمیدونم این چه عذابیه که شما دوتا به خودتون میدین، انگار قصد کردین از خودتون انتقام بگیرین ها؟ نرگس چشم قوره‌ای به او رفت تا قافیه را نبازد و رو به یلدا گفت کار تموم نشده مگه؟ چرا دیگه، منتظر شما بودم. فرناز گفت پس را بیفت بریم، امشب مهمون مایی. نه فرناز، حالش رو ندارم. غلط کردی، مامانم کلی تدارک دیده، لیدام قراره بیاد. یلدا که حال تعارف هم نداشت کیفش را برداشت و همراه آنها راهی شد. 16 اسفند ماه بود. کتایون سلام کرد و سینی چای را روی میز گذاشت و لحظه ای بعد کامبیز را صدا کرد. کامبیز شهاب را تنها گذاشت و به سوی مادرش و کتایون شتافت. مادر کامبیز گفت کامی؟ پسرم اتفاقی افتاده؟ شهاب چش شده؟ این چه سر و شکلیه که برای خودش درست کرده؟ آدم از دیدنش وحشت میکنه والا. چرا اینقدر ناراحته؟ درهمه؟ کامبیز لبخند زد و گفت چیزی نیست، شما سوال پیچش نکنین، بعدم براتون توضیح میدم. شهاب به مبل تکیه زد و نگاهش خیره به پنجره ثابت بود. صورتش تکیده و لاغر به نظر میامد. موها و ریشهایش به طور نامرتبی بلند شده بود. نگاهش زجری را به همراه داشت که بیننده را محزون می کرد و کسی نمی دانست مدام در چه فکری است. چیزی از درون خوروار او را نابود می کرد. چیزی که نمی توانست به زبان آورد. کامبیز برگشت و روبرویش نشست. شهاب سومین سیگار را آتیش کرد. کامبیز معترض گفت بس دیگه، داری با خودت چیکار می کنی لعنتی؟ شهاب با بیقیدی نگاهش کرد. نگاهی که گویی تمام احساساتش مرده بود. نگاهی که تن کامبیز را می لرزاند. گفت باید برم. تو هر کاری کردی دیگه کافیه. بهتره بیشتر به کارت فکر کنی. بقیهش رو به من بسپر. من پیداش می کنم. شهاب آهی از سر بیچارگی سر داد و گفت برام مهم نیست. دیگه مهم نیست. و جا برخاست. یه سری به سلمونی بزن. وضعیت خیلی ناجوره ها. تیموری هم از دستت خیلی شاکیه. به میترا چی میخوای بگی؟ در حال تدارک مراسم عروسیه بابا. شهاب خسته، ژولیده و عصبی فقط نگاه کرد. کامبیز دوباره لرزید. میدانست که دوست عزیز و مغرورش به بن‌بست رسیده و باید کاری میکرد. فردا به سراغش میرفت و او را پیدا میکرد. گفت شهاب، ولی شهاب رفته بود. بوی عید و سال جدید لحظه به لحظه بیشتر و گرمتر به مشام می رسید. آسمان صاف و آبی، کوههای زیبا و پر از برف، بوی شکوفه های یاس و نارنج، همه و همه اشتیاق و لذتی ناگفتنی برای رسیدن به عید و بهار را به همراه داشت. گویی همه آدم ها نیرو و انرژی تمام نشدنی پیدا کرده بودند. همه در حرکت، همه جا شلوغ، همه در خرید. این مناظر برای یلدا واقعا دیدنی بودند. چه بسا که سالهای گذشته خودش هم مثل همه آنها شاد و پر نیرو به همه جا سر می کشید و خوشحال و خندان در کنار فرناز و نرگس خوش می گذراند. دیگر احساس جوانی و نشاط را در خود نمی یافت.
حس می کرد زن بیوه است که از همه جا رانده و مانده شده است. حتی حاج رضای عزیزش را هم نمی توانست ملاقات کند و برای آن همه تنهایی دلش سوخت. کاش مثل لیدا بود، بی غم و بی دغدغه. لیدا گفت: یالا چی شده؟ باز رفتی تو اوهام؟ پاشو بابا، پاشو حاضر شو. میخوایم با هم بریم بگردیم. امروز قراره دوست بابکم بیاد. بیا، شاید ازش خوشت اومد. با هم آشنا میشین، به خدا ضرر نمیکنی. فکر کردی اگه تا آخر دنیا بشینی اینجا و اشک بریزی و غم برک بزنی اتفاقی میفته؟ جز اینکه زودتر پیر میشی و مرضای مختلف میگیری. حیف از تو نیست به این خوشگلی گوشه این اتاق بپوسی و هدر بری. تو اگه الان خوش نباشی پس کی باید خوش بگذرونی؟ مگه اون پسر کیه؟ مگه خودت نمیگی مردا ارزششون ندارن که آدم خودشو علاف اونا کنه؟ مگه شهاب جز همین مردا نیست بابا؟ چرا فکر میکنی اون فرق میکنه؟ چرا فراموشش نمیکنی؟ پاشو، پاشو بابا، پاشو حاضر شو. یلا لبخندی از روی ناچاری بر لب آورد و گفت: نه لیدا، خیلی درس دارم، کتاب فروشی هم باید برم. ببین اگه کارت زیاده، من از بابک میخوام برات یه کار خوب دست و پا کنه. تو فقط امروز با من بیا. نه به خدا، حوصله ندارم. برو خوش بگذره، مواظب خودتم باش. من برم که تو راحت تر گریاتو بکنی. آره نه، قول میدم گریه نکنم. لیدا که دلش برای او میسوخت نزدیکتر آمد و دستی به موهای یلدا کشید و گفت: یلدا تو رو خدا بهش فکر نکن، دلت خیلی تنگ شده ها؟ یلدا به سختی لبها را روی هم فشرد و گفت: آره. و عشق لابلای مژه‌های سیاهش بیرون غلتید. لیدا او را در آغوش گرفت و گفت: میخوای برم سراغش باش حرف بزنم؟ بهش میگم اگه لیاقت داری بیا، بیا و دوست منو اینقدر عذاب نده. اگه مردی پاشو بیا، دستشو بگیر از اینجا ببرش. لیدا هم گریهش گرفت، انگار از رفتن منصرف شد. روی زمین نشست و های های گریه کرد. یلدا هم که انگاری همپا پیدا کرده از فرصت استفاده کرد و عقده های دلش را حسابی خالی کرد. لیدا در لابلای گریه هایش با اصفاتی نامفهوم حرف می زد و گویی از راز سر به مهری پرده بر می داشت. گفت: یلدا منم 2 سال پیش وضع تو رو داشتم. با یه پسر تو شهرمون 2 سال دوست بودم، عاشقش بودم، اونم میگفت عاشقمه. اگه یه روز هم دیگر رو نمیدیدی ما روزمون شب نمیشد. یا اینکه هر روز پیش هم بودی، هر روز برا هم نامه مینوشتیم، صبح تا شب و با خودش و شب تا صبح با نامه هاش سر میکردم. اما یه دفعه همه چی تموم شد. یه هفته به مسافرت رفت، وقتی برگشت بهش زنگ زدم میدونی چی گفت؟ گفت دیگه نه زنگ بزن نه سراغم بیا، من نامزد کردم. اولش فکر میکردم دروغه، داره منو سر کار میذاره. اما یه ماه بعد عروسی کرد، دختره رو آورد تو خونش. به همین سادگی، به همین راحتی. اون وقت من موندم و تنهایی و حرفای قلمبه سلمبه مامان و بابا و داداشم. حالا همسایه ها رو نمیگم ها. من موندم و یه عشق بی سرانجام با اشکام، تنهایی و تنهایی. از اون موقع تا یه سال وضعیتم مثل تو بود. اما بعدش تصمیم گرفتم راهمو عوض کنم. به نقاشی خیلی علاقه داشتم، درس خوندم، خودم رو برای کنکور آماده کردم. این دفعه شانس با من بود. وقتی به دانشگاه رفتم همه چیز عوض شد. دیگه اون دختر بچه احساساتی نبودم. دلم نمیخواست هیچ آدم دیگه ای از احساسات من سوء استفاده کنه. الانم درسته که با خیلی ها دوست میشم، اما میدونم نباید از احساسم مایه بذارم، چون در این صورت بازنده بازم منم. ساعت قرارش گذشته بود و او هنوز حرف می زد. صدای تلفن در آمد. گوشی را برداشت و گفت: امروز نمیام، حالم خوش نیست، میخوام پیش دوستم بمونم. و گوشی را گذاشت. رو به یلدا کرد و خندید. یلدا هم. روز 17 اسفند ماه بود. کامبیز وقتی فرناز و نرگس را از دور دید که می آیند، بلا فاصله از اتومبیل پیاده شد و با سرعت خود را به آنها رساند و با سلام بلندیگه داد آنها را غافل گیر کرد و بعد از احوال پرسی گرم و صمیمانه پرسید: خانوما یلدا کجاست؟ فرناز لبخندی زد و گفت: هر کی ما رو میبینه همینو میپرسه. نرگس هم خندید.
کامبیز جدی شد و گفت آخه یلا خانم ستاره سهیل شده، دیگه کسی نمیتونه پیداش کنه. تا اون کسی کی باشه؟ من باشم چی؟ جوینده یابنده است. البته اگه کفش فولادی دارین دنبالش بگردین. بچه ها ازتون خواهش میکنم بگین کجاست؟ نرگس گفت چرا دنبالش میگردین؟ خب معلومه، به خاطر شهاب. من میخوام بدونم چرا شهاب دنبال یلدا میگرده. خب برای اینکه دوستش داره. فرناز گفت واقعا؟ پس چرا تا وقتی یلدا تو خونش بود از این خبرها نبود؟ حالا که دوست بیچاره ما تصمیم گرفته یه سر و سامونی به اوزاش بده، شهاب یادش افتاده که دوستش داره؟ نرگس هم گفت آقا کامبیز، یلدا روزای سختی و گذرونده، ما نمیخوایم بدترش کنیم. به اندازه کافی عذاب کشیدن و گریه هاشو دیدیم. من از شما خواهش میکنم دنبالش نگردین. از ما هم نخواهین حرفی در موردش بزنیم، چون هر دوی ما به یلدا قول دادیم که جاش رو به هیچکی نگیم. شهاب موقعیت خوبی نداره، من نگرانشم. نرگس گفت ولی اون خودش اینطور خواسته. تا وقتی که تکلیف آقای تیموری و دخترش رو روشن نکرده، تا وقتی صداقتش رو اثبات نکرده، من یکی که هیچ کمکی بهش نمی کنم. شما به ما حق بده، تا به حال اینطوریش رو ندیده بودیم. اون هم میترا رو میخواد، هم یلا رو. من میدونم شما چی میگی نرگس خانم، اینا حرفاییه که خود من بارها و بارها بهش گفتم، اما شاید اگه یلدا رو ببینه کمی آروم شه، شاید این دفعه. فرناز نگذاش کامبیز حرفش رو ادامه دهد. گفت آقا کامبیز، عشق شاید و باید نداره، یا عاشقه یا نیست. اگه هست که بسم الله، اگه نیستم به سلامت. دوست ما که قیدش رو زده، اونم بره یه فکری به حال خودش کنه. خیلی خوب، پس فقط بگین این درسته که توی کتاب فروشی کار میکنه؟ فرناز و نرگس با چشمان متحیر یکدیگر را نگاه کردند. خیلی عجیب بود، یعنی کی ممکن بود یلدا را دیده باشد؟ نرگس گفت کی به شما گفته یلدا تو کتاب فروشی کار میکنه؟ والا به من نه، چند روز پیش یکی از همکلاسیاتون شهابو دیده، گفته که شنیده یلدا تو کتاب فروشی کار میکنه. نرگس سعی کرد عادی جلوه کند، گفت ما که خبر نداریم. فرناز هم گفت اگه اینطوره پس چرا ما بی خبریم؟ کامبیز لبخندی زد و گفت چه عرض کنم، و بعد این پا آن پا کرد و ادامه داد خب پس آدرس نمیدین؟ باشه دیگه مزاحمتون نمیشم، به یلدا خانم سلام برسونین، از قول من به ایشون بگین که این رسمش نیست. و بدون آنکه معطل کند به سوی اتومبیلش تافت. فرناز هراسان پرسید نرگس کی به اینا کتاب فروشی رو گفته؟ نرگس فکری کرد و گفت نمیدونم، سپیده؟ فقط اون ازمون پرسید یلدا چیکار میکنه. لعنتی، اون که اینا رو نمیشناسه، باید ازش بپرسیم. به یلدا بگیم؟ نه، فقط مضطربش میکنیم، اونا که نمیدونن کدوم کتاب فروشیه، نمیخواد به یلدا چیزی بگیم. 19 اسفند ماه بود. شهاب نمیدانست چند روز از رفتن گذشته است، تنها این را میدانست که دیگر قادر به ادامه آن وضعیت نیست. گویی آرام و قرار را از او گرفته بودند. دیگر از آن همه نظم و ترتیب و تمیزی در خانه خبری نبود. به هر جا که نگاه میکرد غبارآلود و غم گرفته به نظر میرسید. بودن در آنجا مثل گذشته احساس راحتی و آرامش نمیکرد. دلش میخواست به جایی برود، اما نمیدانست کجا. شاید جایی که اثری از او میافت یا به یافتنش امیدوار میشد. صدای ترانه‌ای که باز او را به یادش می‌آورد خانه را پر کرده بود. بی اختیار به سوی اتاقی رفت که حالا خالی از او بود و پشت پنجره ایستاد. سایه گنگ بر قلبش چنگ می‌انداخت. ناامید به خیابان خیره شد. باران می‌آمد. پک محکمی به ته سیگارش زد و آن را گوشه پنجره خاموش کرد. صدای محزون خواننده او را با خود به روزهای خوشی که او بود می‌برد. برای لحظه‌ای چشم‌هایش را روی هم گذاشت. چشم‌های سیاه او را دید که پرتمنا و مشتاق می‌لغزند و نگاهش می‌کنند. از سر عجز فریاد آمد یلدا، یلدا، و بعد فریاد بلندی کشید یلدا. حال اسفناکی داشت. اشک‌ها روی صورتش به راه افتادند. خیلی وقت بود که گریه نکرده بود. خیلی وقت بود که تنهایی و نبودن او عذابش می‌داد. کم مانده بود سر به دیوار و در بکوبد.
بغزش ترکیده بود و زخم عمیقش سرباز کرده بود. به حق حق افتاد. حالا می فهمید زندگیش چقدر خالی است و چقدر بدون او بی‌معناست. عاجزانه آسمان را نگاه کرد و از اعماق قلبش گفت خدایا کمکم کن، پیداش کنم. کسی زنگ را پی در پی می فشرد. شهاب آیفون را زد. کامبیز سراسیمه و مضطرب در آستانه در ظاهر شد. نفس نفس می زد و ملتهب بود. کامبیز گفت چه خبره؟ تو بودی فریاد کشیدی؟ صدا تا سر خیابون می اومد. شهاب با چشمانی که حالا خالی از غرور بود به دوستش خیره شد و اشک ریخت. کامبیز پیش آمد و او را در بر گرفت. شهاب مثل بچه ها حق حق می کرد. کامبیز که حالا عمق عذاب دوستش را درک می کرد زیر گوش او گفت چت مرد، پیداش می کنیم، مطمئن باش. فردا تمام کتاب فروشی های تهران رو می گردیم. چطوره هان؟ کامی دیگه نمیتونم تحمل کنم، باید گیرش بیارم. حتما حتما فردا پیداش میکنیم. شهاب خود را کناری کشید و اشکها را پاک کرد. کامبیز لبخند حزن‌انگیزی روی لبش نشان، دوباره به او نزدیک شده دستی روی شانه‌اش زد و گفت فردا پیداش میکنیم، ولی اول باید تکلیف تیموری و میترا رو روشن کنی، بعدم به سر و وضعت برسی. اینطوری اگه تو رو ببینه ها وحشت میکنه. و خندید. شهاب با آمدن کامبیز احساس بهتری داشت. با خود گفت درسته، اول باید تکلیف تیموری و دخترش رو روشن کنم.